باشه. من برای دخترم شادی چند مدت پیش گفتم که بیماری روحی داشت، سه سال خونه نشین بود، از خونه بیرون نرفته بود، اینه بردن یک کلینیکی، بعدم هی دارو دادن و فقط میافتاد میخوابید. دکترم گفت من نه خودم نه پیغمبرم کار دیگه نمیتونم کنم. من همونجا دیدم دخترم گریه میکنه، ناامید شده، بهش گفتم که خب تو یه پزشک اعظم داری، نیازی به این دکتر نداری، یه ایمان بیار ببین خدا برات چی کار میکنه. همونجا گفت من دعا میخونم و دعای نجات رو براش خوندم، بعد اصرار کرد از شبکه زنگ بزنن براش دعا کنن، با اونام دعای نجات رو خون و من خودم ترخیصش کردم و آوردمش خونه، گفتم دیگه نیازی نیست. ولی اون داروها رو گرفتم آوردم خودم، گفتم خونه بهش میدم بخوره فعلا. بعد این دختر من اومد خونه و اینو میخواستم بگم که این دختر من از بچگی همیشه هر شب کابوسای خیلی وحشتناکی میدید و به خاطر همینم ما هیچ وقت جایی نمیتونستیم مهمونی جایی میریم شب بخوابیم اونجا بمونیم، چون چنان جیغایی میزد که دیگه کسی نمیتونست بخوابه اونجا. میگفتن بشینیم نخوابیم، مبادا این دوباره جیغ بزنه ما اینطوری بلند شیم. وقتی من اینو آوردم خونه و اینم بگم قبل از اون همه تعجب میکردن، فامیل دوستا همه از ما کندن، گفتن تو این همه محبت به این بچه میکنی، چرا این دختر اینقدر از تو نفرت داره، چرا اینقدر از تو بدش میاد، حتی تو صورتم نگاه نمیکرد. و من یک سال و دو سه ماهه که ایمان آوردم از اول از من نفرت داشت. بعد من این دعای نجات و خون آوردم خونه، دیدم که اصلا این نه دیگه تو خواب نه خواب بدی میبینه نه الان 6-7 ماهه و نفرتش تبدیل شد به محبتی که به جای اینکه من برای اون مادری کنم اون داره برای من مادری کنه. یک سره چسبیده به من، یک سره میگه مامان تو هنوز جوونی، چرا به خاطر من موهات سفید شد، چرا موهاتو رنگ نمی کنی، چرا نمیری لباس بخری. و من یه قرضای خیلی زیادی داشتم، من خب متاسفانه 12 سال پیش با پدر شادی از هم جدا شدیم، دیگه نمیشد زندگی کنیم، ما جدا زندگی میکنیم، من و دخترم تنهاییم. من یه سری قرض داشتم، دختر من چند ساله یه مقدار یه مبلغ کمی ماهانه برای دخترم میدادن، دخترم اگر من جلوش میمردم یه قرون حاضر نبود بده که من یه دکتری برم یه کاری انجام بدم، همیشه از این اون قرض میگرفتم. این قرضایی من یه دفعه بالا رفت، مونده بودم چیکار کنم، دخترم اومد پول گذاشت وسط، گفت من همه قرضای تو رو میدم و تو باید به من قول بدی بری موهاتو رنگ کنی، بری برای خودت مانتو بخری. گفتم تو الان تو خونه ای مریضی، من با چه دلی برم؟ گفت تو اگه میخوای منو خوشحال کنی باید بری به خودت برسی، باید من ببینم تو به خودت میرسی، باید تو همون جوونی باشی که قبلا بودی. باور کنید برای من داره مادری میکنه. من این از بچگی میگفت همیشه آرزو داشت پدرش بمیره، چون پدرش اعتیاد شدیدی داشت و به خاطر اعتیاداش حالت توهم و اینا داشت، همیشه میگفت این باعث آبروریزی منه، کاش بمیره. میگفتم بابا ما که با اون زندگی نمی کنیم دیگه، ول کن. همیشه ناراحت بود اگه زمانی پدرش رو میدید فحاشی میکردن به هم دیگه، اون به این، این به اون. ولی این بار اولین باری که پدرش رو دید، پدرش رو در آغوش گرفت، خیلی محبتش کرد. حتی پدرش اگه چیزایی هم بهش میگفت این جوابش رو نمیداد، همش میگفت مامان دعا کن اینم در نجات بیاد. بابای من هم دعا کن. گفتم باشه حتما، قبل که تو بگی من دعا میکردم. ولی خب متاسفانه یه مشکلاتی پیش اومد و دخترم از ایمانش برگشت، اصلا مرمیز کدوم طرفی هست دیگه، اصلا دیگه اون قبلی هم نیست دیگه، ایمانش رو نداره. ولی یک سره به من یه دعا کن من جلوی خود دخترم. مثلا یه دوستی داشتم قبلا خیلی دست منو گرفته بود تو سختی ها و کسی هم نمیدونه هنوز من مسیحی شدم، ایماندار شدم، به غیر از دو سه نفر که اونها هم ایمان دارن. بعد این دوستم به من زنگ زدم، خیلی گریزاری میکنه، گفتم چی شده؟ گفت به مادرت بگو تو شهرستان وقتی میره سر خاک پدرت بگی برای من دعا کنه. گفتم چی شده حالا، مشکل چیه؟ گفتش که من استخدام رسمی بود توی یه کار دولتی،
این به خاطر یه شلواری پوشیده بود رفته بود حراست اونجا بیرونش کردن. چند مدت رفتن اومدن هر کاری کردن پارتی بردن درست نشد، اینو کلن بیرون کردن دیگه. بعد به همین به من گفت، گفتم اجازه میدی من برات دعا کنم؟ گفت خب دعا کن. گفتم تو اتاق الان کی پیشته تو خونت؟ گفت کسی نیست. گفتم همونجا زانو بزن. زانو زد. گفتم که بگو اینه که من بهت میگم. گفت باشه. گفتم بگو عیسی مسیح امروز خودت قدرتتو به من نشون بده. اینو گفتم بذار بگم بهش که آمادش کنم. مطمئن بودم عیسی مسیح من خجل نمی کنه. گفتم بذار این جواب بگیره و من بعد بهش بشارت بدم. همونجوری زانو زد خیلی صادقانه، همون هرچی گفتم تکرار کرد و یک روب نشد که زنگ زد گفت خود اون خانومی که منو جواب کرد بیرون کرد زنگ زده گفته اصلا تمام این پرونده اومده زیر دست من برگرد یه سر کاره. هللویا. مرسی. من استخدام شدم. مرسی خواهر عزیزم.